واسیلی کاندینسکی، یکی از پایه‌گذاران انتزاعی‌گرایی، همگی در دامن جنبش سبک جوان یا هنر نو پرورده شدند. ادوارد مونک، بزرگترین نقاش نروژی و پیشتاز جهانی نقاشی مدرن اکسپرسیونیستی، پدیده‌ای نادر است. نقاش نابغه است، برآمده از یک محیط بومی بدون سنت اصیل هنری. چنین چهره‌هایی به آسانی پیدا نمی‌شوند، زیرا تجربه در هنرهای دیداری ظاهراً به ندرت پرورش می‌یابند، مگر در جایی که خیلی گسترده‌ای پذیرای آن باشند. نروژ در حوالی 1880، یعنی زمانی که مونک تازه به طور جدی به نقاشی پرداخته بود، چند نقاش جا افتاده داشت که از کارهایشان مختصر حمایتی می‌شد. اما این سنت عمیقاً وابستگی فرهنگستانی داشت و ریشه‌اش در واقع‌گرایی رمانتیک فرانسوی مکتب باربیزون و در طبیعت‌گرایی غنایی آلمان بود. امپرسیونیسم تنها در آخرین دهه قرن 19 کم کم به نروژ راه یافت. در 1885 مونک فرصت یافت تا نخست به بلژیک و برای 3 هفته به پاریس سفر کند. گرچه او همانند هر جوان دانشجوی دیگر بیشتر وقتش را به تماشای آثار استادان کهن در لوور گذراند و به دیدار از سالن رسمی آن سال رفت، ولی دست آخر مجذوب کارهای مانه شد و شدیداً تحت تأثیر امپرسیونیست ها قرار گرفت. ادبیات نروژی در اواخر قرن 19 با ظهور هنریک ابسن به عنوان نمایش نویسی با اعتبار جهانی به مرحله نوینی گام نهاد و بسیاری از بهترین تمثیل ها برای نقاشی های مونک را باید در نمایش نامه های ابسن جست. مونک با محافل ادبی نروژ و همچنین پاریس و برلین نشست و برخاست داشت و دوست نویسندگان سرشناسی چون آگوست استینبرگ و یولیوس مایر گراف، تاریخ هنرنویس پرنفوذ و منتقد آلمانی هنر مدرن بود. مونک در 1906 به طراحی صحنه برای نمایشنامه های اشباح و هدا گابلر ابسن پرداخت. حتی در نروژ هم معمول چنین است که بر ویژگی بین المللی نقاشی های مونک تکیه شود. اما وقتی بیننده آثار مونک به اتاقهای دیگر گالری ملی اسلو، یعنی جایی که کارهای دیگر نقاشان معاصر نروژی به نمایش در آمده قدم می گذارد، اصالتهای آثار مونک در یک نگاه به چشم می خورد. از 1889 تا 1890 مونک بر شیوه ترکیب رنگهای مجزا از همه امپرسیونیست ها تسلط یافت. اما حتی با این تأثیر پذیری آنی و بیواسطه هم نقاشی همچون شب در سن کلود در 1890 بیشتر نقاشی از یک حال روحی و مالی خولیایی که در همان زمان نیز نشان دهنده شکنجه درونی و نامشخص بود می باشد تا یک تجربه امپرسیونیستی در زمینه سایه و روشن. مونک شخصیتی بسیار بارآور داشت و طی زندگیش به تجربه با بسیاری از مضامین، رنگ‌ها و سبک‌های طراحی متفاوت پرداخت. کارهای او در دهه 1890 و اوایل دهه 1900 که در آنها محتوای نمادگرایانه بسیار آشکار است، با خطوط پرپیچ و تاب و دائما متحرک و پر انحنای شیوه هنر نو که با ته‌رنگ تیره ولی تابناک و پرقدرت به هم آمیخته ویژگی یافته است. تأثیر گوگن و نبیها در کارهای این دوره او به چشم می‌خورد. آثار پژوهشی او در زمینه برهنه نگاری ممکن است نشان دهنده تأثیر واقعی بونار باشد، اما مونک از آنها تفسیری تماماً متفاوت به دست می‌دهد. تفسیری وحشت انگیزتر و آزاردهنده‌تر و نزدیکتر به روح اکسپرسیونیسم آلمان یا بلوغ. این روح که مونک خود در به وجود آمدنش سهیم بود، در کارهای بعدی مناظر طبیعی و صحنه‌های از دهقانان در حال کار خود را نشان می‌دهد.
گرچه در این مضامین نقاشی شده درخشان کیفیاتی از سلامت، قدرت و خوشبینی نیز دیده می شود. در آثار ما پیشروی آسان و آشکاری را نمی توان دنبال کرد. او پیوسته به عقب برمی گشت و به دوباره کاری روی مضامین پیشین می پرداخت. اشتغال مداوم او به سکس، خشونت و مرگ در سراسر زندگی او ادامه یافت. این عناصر را به صورت گرد آمده اش می توان در مرگ ما را دید که مونگ کار بر روی آن را در 1905 آغاز کرد، ولی تا 1927 به پایان نرسید. به همین قیاس زندگی هنری او را نیز می توان در تک چهره های او، به ویژه در تک چهره های فریبا و آزاردهنده او از خودش خلاصه نمود. در آخرین تک چهره وحشتبار او از خود که در بین ساعت و رخت خواب کجی یافته است، مونگ خود را در حالی نقاشی می کند که بر کرانه ابدیت به حال تعلیق است، اما دست های پرتوان او در رنگامیزی و ساختار انتزاعی نشان می دهد که او هرگز ارتباط خود را با تجربیات تازه از دست نداده است. مونک یک نقاش گرافیست پر اهمیت نیز بود. در حدود 1894 به ساختن باسمه های سیاه قلم و لیتوگراف پرداخت و مدتی صرفاً به این علاقه پیدا کرد تا با استفاده از این وسایل بیانی به پژوهش دوباره درباره مضامین دست بزند که پیشتر نقاشی کرده بود. اما این باسمه ها صرفاً تولید دوباره نقاشی هایش نبود. او در هر مورد روی مضمون آشنای قبلیش بر حسب وسیله بیانی تازه به کار دوباره می پرداخت. گاهی یک مضمون واحد را به صورت حکاکی بدون اسید، باسمه چوبی و لیتوگراف در می آورد و به هر یک از آنها چنان گوناگونی می داد که گویی شکل ملایم شده ای از نقاشی است. جیمز انسور که درست به مانند مونک عمری دراز داشت، با این نروژی از این جهت تفاوت داشت که وارث یکی از سنت‌های بزرگ هنر اروپایی، یعنی سنت نقاشی هلندی و فلاندری بود. آگاهی به این میراث او را حتی بران می‌داشت که با آثارش گهگاه جلوه‌ای گرچه نیمه هجایی به مانند روبنس بدهد و مشکل می‌توان باور کرد که او خیال پردازی‌های تصویریش را بدون شناخت از آثار هیرونیموس بوش و پیتر بروگل به تصور درآورده باشد. او که فرزند یک انگلیسی مقیم خارج، یعنی مردی با فرهنگ و آدابدان بود، در استاند واقع در کرانه بلژیک متولد شد. در نوجوانی پس از گذراندن 3 سال در آکادمی هنرهای زیبای بروکسل،